بچه بیاید، بچه بیاید. سلام سلام سفرم داختیم. سلام 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 عیدی میخوان اینا و عیدی ها شما از بهشون بدیم. پس یه اتاقاتون نشون بدیم. برم ببینم اتاقتون رو ببینم. این تخت منه. کدوم تخت تو؟ تو اسم چیه این تخت تو؟ این مال کیه؟ این مال منه. این تخت کیه؟ آبجا. تخت تو کو؟ ای اینا مال توه؟ آره. با من شریک میشی این تختو؟ آره میخوام. با هم میشی؟ نه. زود چیز که میگه میخوام. بیا ببینم، بیا ببینم اسم این چیه؟ بیا بغل من، بیا بغل من. بیا یک شما پیشه میاد آقا. سعید، سعید بیا بغل آقا. سعید تو میه بغل من؟ سعید، بیا بغل آقا. بیا. بیا یکی تو باریکلا. تو اینم بده به من، اینم بده یوسف، اینو بده به من یوسف، اینو بده بلندش کن بده به من. بیا بیا بیا. گوز بلدید یا نه؟ بله. تختت کو؟ این ده. این تخت توه؟ بله. خب تخت تو کو؟ این ده. اینجا کو؟ اینجا آنچه این عینکه. اینجا این ماسکه. این ماسکه. عینکه. عینکه. این موه. بریم سر سفره. الان فرزن خوندگی الان خوب شده؟ یعنی ما داریم بچه های معلول به فرزن خوندگی میدیم. باورت نمیشه اولین بار تو کشور داره اتفاق میفته. ما تو مجموعه شهر تا حالا 24-5 نفر داریم. دستتون درد نکنه. ممنون. انشالله خدا بهتون خیر و برکت بده. نذاشتم نه اب نداره. کادو هاشونو بیا میگیریم. بابا میذاشت. نه اب نداره. بیاین بیاین کادو رو. این مال کیه؟ این مال کیه؟ اینو کی میخواد؟ من. نه دیگه نفر یه دونه. بیا 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 چی میخواد اون؟ بیا این تو بگیر. آره کرمی سال تحویل روشن بود که تلویزیون رو نه بکنم دیگه چیکار کردم؟ اصلا منتظر بودم. چرا گریه میکنم؟ حدیث چی گریه میکنه؟ حدیث چی با چی گریه میکنه؟ چی گریه میکنه؟ بیا مایی مایی بیا. چی میخواد؟ چی میخواد؟ چی میخواد؟ چی میخواد؟ کدومو؟ کدومو؟ گریه نکن دیگه، گریه نکنی. بیا ببینم. گریه نکن. گریه نکن. الان اونو برات میگیری میگیری. برات. خوبه؟ دیگه گریه نمی کنی؟ نه دیگه اسمان اون مال نه دیگه نه اون مال کنه بهت میگم. یه دستمون رو بگی چشم عشق رو تفاق کن این گریه نکن. آخوش بیش 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 اینجا این صفحه عبسی اینا رو بگیم نگاه کن. این تخم مرغه درشو ببن درشو ببن. مرسی. بیا خوب شد درش خوب. همه اونهایی که تو سال 99 سختی کشیدن، تحمل کردن، تبریک میگن. انشالله که سال 1400 سرسبزی و نور و گرمی برای همه خانواده ها، به خصوص به بچه هایی که پدر ندارن، مادر ندارن، تو مراکزی نگهداری میشن، سالمندایی که تنها هستن، پدران و مادرانی که تنها موندن، به همشون تبریک میگم. از خدا میخوام که در سال نو برای همه اونها خیر و برکت داشته باشه زندگی های همشون.
و همه ایرانی ها دلشون شاد بشه، به خصوص این حواستمون هم باشه تو سال جدید بچه هایی که نه کسی در انتظارشونه، نه کسی براشون سفره پهن میکنه، نه کسی باهاشون سر سفره میشینه. انشالله خدا همه ایرانی ها رو دلشون شاد کنه و این بچه ها هم خدا پشت و پناهشون باشه. تبریک میگم به همه هموطنانمون. سال 1400 و سال 99 سال سختی بود، دشواری زیادی داشتیم، از اسفند به فروردین 99 رو انتقال پیدا کرد کرونا، چشم‌اندازی نداشتیم. خب یک سال با ما آمد، کرونا زندگی ها رو تلخ کرد، خیلی ها کنارمون بودن و امروز کنارمون نیستن. این افراد تحریم سخت کرد زندگی ها رو، تلخ کرد، جامعه رو میخواستن فرو بپاشونن، دهک هایی بسیار سختی کشیدن در این میون و ما امیدوار هستیم که 1400 هممون یه جوری دست به دست هم بدیم، از تلخی مردم کم کنیم و به خصوص دهک هایی که بهشون سخت بشد، سخت بشد، انشالله بشه گشایشی ایجاد بشه. من فکر میکنم ما حتما واکسیناسیون گسترده رو خواهیم داشت، غلبه خواهیم کرد و حتما انشالله تحریم رو به عقب خواهیم روند با امید خدا و به سلامتی. انشالله سال 1400 حتما روزهای بهتری در انتظار همه ما خواهد. به هر حال اگر برخی از تحلیل های غلط در داخل و همراه بشه با دولت و خارج هم، البته بدخواهان ما نمیخوام بذارن برجام به ثمر برسه، ولی به نظر میرسه که چاره ای نداره آمریکا باشه، خودشون اعلان کردن شکست خورده تحریم، ما مشکل تحریم رو حل کنیم و کرونا رو هم میتونیم غلبه بکنیم. واکسن‌هامون، واکسن تولید خودمون، واکسن پاستور در راه، واکسن رازی و برکت هم در راه هم. به هر حال من به نظرم میرسه که هم از نظر سلامت و هم از نظر معیشت ما سال 1400 سال بسیار بهتری رو خواهیم داشت. زیرساخت‌هایی که سال 99 آماده شد، اشتغال بهتر سال 1400 خواهیم داشت. ما بسیاری از مشکلات رو به قول معروف بدیهای فشارها رو همه رو دولت و ملت با هم حذف کردن، اینها دیگه تخلیه خودش خواهد کرد. حتما ما از نظر تورم بهتر خواهد بود سال 1400 و حتما از نظر رشد بعضمون بهتر خواهد بود. ما با همین سختی ها 2.2% رشد داشتیم تو تولید خالص ملیمون و حتما سال 1400 بهتر خواهد بود. من فکر میکنم یه خورده ای به هم توجهمون و مهربانیمون و مسئولیت پذیریمون و هممون، گروه ها، احزاب، جناح‌های سیاسی، افرادی که تو قدرت هر کجایی میتونن تصمیم بگیرن، واقعا خدا باشه و فقط مصلحت مردم، من فکر میکنم همه ما در کنار هم میتونیم 1400 سال بهتری داشته باشیم، اشتغال بهتر داشته باشیم، رفاه بهتر داشته باشیم.